به نام خدا 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند عباس یزدان پناه هستم و با ارائه بخش دیگه ای از این کتاب در خدمت شما هستم ابزارهای خود را به دقت انتخاب کنید فعلا هرچی نرم افزار ما می نویسیم خیلی بعیده که شروع کنیم از بیخوبون همه چیز اون رو پیاده کنیم بریم مثلا یه لایه کنترل کننده یه مدیریت کننده یه تی بنویسیم از اول کانکشن و دیتابیسمون رو پیاده سازی کنیم از اول کانکشن پولمون رو پیاده سازی کنیم از اول ترید پولمون رو پیاده سازی کنیم چرا این اتفاق نمیافته؟ به خاطر اینکه سایز و پیشیدگی نرم افزارهایی که ما می میکنیم و در طول زمان بیشتر شده یعنی چی؟ یعنی ما منطقه های کسب و کاری پیچیده تری الان داریم پیاده سازی میکنیم و نر... در مجموع همین منطقه های پیچیده تر بزرگترن از اون چیزی که ما قبلا پیاده میکردیم نکته بعدی انتظارات بازار از ما عوض شده یعنی اینکه اگه به ما فرصت میدادن که قبلا یه فیچر رو یک ماه تحویل بدیم الان بیشتر از دو یا سه هفته وقت نداریم برای تحویل دادن اون همیشه این سرعت بازار به ما این بازخورد میده که بایستی سریعتر کارمون رو انجام بدیم و نکتمون اینه که علاقه مندیم که کد مربوط به اون کسب و کار رو بزنیم یعنی تا اینکه کدایی که برای زیر ساخت نیاز داریم مثل دیتابیس مثل تی سی پی کانکشن مثل هزار تا چیز دیگر رو بخوایم بزنیم و وقتی که از کامپوننت ها و لایبرری معروف استفاده می کنیم باگ های کمتری دارن چرا که بیشتر استفاده شدن بیشتر تست شدن آدم های زیادتری دیدنش یه یعنی چیز دیگه هم که هست اینه که نرم افزارهای اوپن سورس و مجانی زیادی و کتاب های اوپن سورس و مجانی زیادی تو چیز وجود داره توی اینترنت وجود داره یعنی که شما به راحتی میتونید یه نرمافزار خیلی خوب و با کیفیت خیلی عالی رو دانلود کنید خب این باعث میشه که زمان توسعه ما به شدت کمتر بشه پس به اون نیازی که باید سریع تر دیوولپ کنیم میرسیم و همچنین اگه لازم شد نیروی انسانی به تیممون اضافه کنیم یعنی اگه لازم شد یه نفر رو اضافه کنیم که آقا جان تو بیا این کار رو برای ما انجام بده احتمال پیدا کردنش تو پروژه های معروف و پروژه های اوپن سورس خیلی خیلی بیشتره و ما خودمون رو محدود نکردیم و در مجموع باید بگیم که تولید و نگهداری هر نرم افزاری حتی یه لایبرری کار پرهزینه و پردردسریه و اگه ما بتونیم اون هزینه رو دردسر رو به جون خودمون نخریم و از یکی خریداریش کنیم به هر شکل یا مجانی دانلودش کنیم یا چیزه برای ما به پس انگار به نظر میرسه استفاده کردن از ابزارها و طولزای آماده اجتناب ناپذیره حالا که اجتناب ناپذیره چجوری این ابزارهامون رو انتخاب کنیم خب یه سری معیار میتونه وجود داشته باشه ولی یه سری نکات هم بایستی دقت کنیم در انتخابمون هر کتاب خونه کامپوننت یا لایبرری ساختار و پیشفرزای متفاوتی داره یعنی یکی فرض میکنه که مثلا اگه خیلی ساده انگارانه نگاه کنیم فلان چیز همیشه سینگلتونه یکی دیگه فرض میکنه که که نرم افزار ما در توی یه دونه آسینک لوپ ران میشه یه دونه دیگه یه فرض دیگه میکنه و این فرضها معمولا با همدیگه در تطابق کامل نیستن بعضی وقتا با هم در تضاد هم هستن که استفاده از دو تا کامپوننت که با همی فرضیاتشون اینجوری متضاد با هم دیگه توی یه دونه چیز توی یه دونه نرم افزار ممکنه ما رو مجبور کنه که هی وصل پینه بزنیم قسمت مختلف نرم افزار رو و تا در نهایت هم نتونیم دو تا کتاب کنه رو به خوبی با هم اینتگریت کنیم پس باید حواسمون به این پیشورزای متفاوت که ممکنه اذیتمون کنه در طول توسعه باید باشه نکته بعدی اینه که ابزار هر یک از این کتاب ها زبون کانفیگوریشن خودشون رو دارن یعنی اینکه خیلی وقتا این زبونه زبون پیچیده ایه. یعنی اینکه آقا جان شما میخواید مثلا توی جاوا از هایبرنت استفاده کنید باید برید زبان کانفیگوریشن هایبرنت رو استفاده بدونید و چیز کنید کانفیگ کنید در افزارتون حالا میخواید به هایبرنت یه دونه کانکشن پول اضافه کنید حالا باید برید یه کانکشن پول رو بیارید اون کانفیگوریشن خصوص خودشو داره اون رو هم یاد بگیرید به هر افزارتون اضافه کنید حالا فرض میکنیم همه اینا بخواد جمع بشه با یه چیزی مثل اسپرینگ حالا میخواید توی اسپرینگ از این دوتا استفاده کنید باید حالا اسپرینگ رو یاد بگیرید کانفیگوریشنش رو یاد بگیرید و اتصال بین از توی اون کانفیگوریشن بگید از هایبرنت و ماقبقی ماجراها استفاده کن و یه وقتی یه جایی میرسیم که میبینیم بیشتر داریم کانفیگ میکنیم و کانفیگ های عجیب غریب پیچیده دیولوپ میکنیم تا سورس کد به زبان جاوا تو زبان های دیگه هم همینه یه وقت های یه جیسون های خیلی گنده ای مثلا برای نوت جی اس نویسیم تا همه چی کانفیگ بشه یه چیزهایی از این دست پس باید حواسمون به این پیکربندی های متفاوت و پیچیده که میتونه خیلی زود هم کل کدمون رو فرا بگیره بخش اعظم اعظمی از اون چیزی که توسعه پیدا کرده رو فرا بگیره باشه نکته بعدی این که نرم افزارهای آزاد و اوپن سورس در واقع مجانی نیستند شما هزینهش رو در قالب هزینه لایسنس پرداخت نمی کنید. در قالب هزینه ی آموزش در قالب استخدام کردن یه نفر که بیاد یه کاری رو براتون انجام بده یا در قالب استخدام کردن خود نویسندگان اون چیز استفاده میکنید هزینه میکنید خود نویسندگان اون پروژه یا لایبرری یا کتابخونه استفاده میکنید پس یادمون باشه که اون هم که به ظاهر این کتابخونه ها مجانی میرسن مجانی نیستن هزینه خودشون رو دارن نکته بعدی اینه که هر کدوم از کتابخونه ها چرخه حیات متفاوتی دارن و اتفاقا باگ امنیتی متفاوتی هم درشون در زمانهای مختلف اتفاق میافته که این باعث میشه به ما این هشدار رو بده که هر دفعه که این آپدیت میشن ما باید کل سیستممون رو از اول تست کنیم به این دلیل که ممکنه یه ویژگی تو نسخه جدید لایبرری از بین رفته باشه و ما ازش استفاده کرده باشیم شاید توسعه مجدد و اینام نیاز داشته باشه و حتما به ازای هر آپدیتی که اون کتابخونه میده ما هم باید نرم افزارمون رو آپدیت کنیم که این هم اصلا کار پرهزینه و پردردسر و رو جزی... ناخوشایندیه برای پس باید حواسمون به چرخ حیات متفاوته هر یک از این کتاب ها باشه نکته بعدی اینه که اگه سلوشن ما به یه دونه از این کتاب ها وابستگی خیلی جدی و جدایی ناپذیری داشته باشه ته تهش ما مجبوریم از اون شرکت استفاده کنیم و اگه به هر دلیلی اون شرکت اون پروژه اوپن سورس یا حالا هر چیزی فیل شه چون احتمالش هست همه چیزی شکست میخوره و ما پروژمون مبتنی بر اون باشه ما مجبوریم کل راحلمون رو بریزیم بیرون و دوباره از اول توسعه بدیم چون وابستگی انقدر زیاده که این دوتا به هم شدید تنیده شدن و نکته بعدی که باز تو ایران خیلی ما بهش دوچار نمیشیم لایسنس نرم افزار یا لیسانس نرم افزار هست ما به علت نداشتن کپی خیلی این برامون مهم نیست اما توی خارج مهمه که نرم افزار لایسنسش چیه آیا میشه توی نرم افزار تجاری ازش استفاده کرد یا نه آیا میشه آیا باید سورس کد رو بعد از اینکه از اون استفاده کردیم سورس کد جدید رو هم به صورت اوپن سورس ریلیز کنیم یا نه و حالا هزار تا اگر رو اما دیگه که ببینیم میشود این کار رو کرد یا نه که مهمه توی انتخاب ما تا الان فهمیدیم که ما نمیتونیم از استفاده از لایبرری خودمون رو مجزا بتونیم و فهمیدیم باید یه چیزایی هم در نظر بگیریم در انتخابمون حالا چی کار کنیم بالاخره در دنیای واقع ما, ما میخوایم استفاده کنیم پیشنهاد اینه که با حداقل ابزارها شروع کنیم یعنی هر جایی که میتونیم از ابزاری استفاده نکنیم استفاده نکنیم به قول معروف ناخون خشکی بکنیم در بیاریم سر اینکه از این ابزار استفاده کنم یا نه سعی کنیم استفاده نکنیم نکته بعدی برای حل مسائل زیرساختی مثل کانکشن به دیتابیس مثل ORM مثل فریمورک های MVC مثل هندل کردن TCP کانکشن ها و خیلی چیزای این مدلی ازشون استفاده کنیم سعی نکنیم منطقمون بیزنس لاجیکمون تو اون قسمت ها ازش استفاده کنیم نکته بعدی اینه که خب بالاخره ما در طول زمان که پیش میریم نیازهای نیازهای پروژه بیشتر بهمون همون واضح میشه و این که نیازهای پروژه بهمون واضح شده باعث میشه که بدونیم که چه چیزهای جدیدی میخواد و ممکنه اون وسط لازم بهمون بشه که یه کتابخونه جدیدی اضافه کنیم حالا لازمه دیگه یه دلایل خیلی خوبی برای اضافه کردن یک کتابخونه داریم اون موقع هم دوباره باید همین ناخود خشکی و به خرج بدیم یعنی اینکه اگه میتونیم اضافه نکنیم اضافه نکنیم ولی اگه دلمون خواست هم اگه دیدیم واقعا لازمه و ما هم راحتیم و همه اصطلاح شرایط جوره اون رو هم اضافه میکنیم نکته بعدی اینه که لایه کسب و کاریمون رو وابستگی مستقیم ندیم به کتابخونه مثلا اگه اون کتابخونه برای استفاده ما پیشنهاد ما رو مجبور میکنه که یک کلاسمون از یک کلاس خاصی از اون یا از اینترفیس خاصی از اون ارس ببره تا ما بتونیم از اون توی مجموعهمون استفاده کنیم ما سعی کنیم منطق کسب و کارمون رو یه جوری بنویسیم که به اون کلاس وابسته نباشه حالا اگه یه رپر دورش بنویسیم نیازمندیهای کلاس رو توی اون نیازمندی اون لایبرری و توی اون کلاس های کلاس یا کلاس ها میذاریم اون یه نکته است میتونیم هم خیلی کار دیگه انجام بدیم ولی در مجموع سعیمون رو بکنیم که وابستگی بخش کسب و کاریمون به اون کتاب خونه ها کم باشه حالا اگه همه اینها رو رعایت کنیم نتیجهش این خواهد بود که ما یه در ابتدا یه کد کوچیکی داریم که حداقل وابستگی ها رو داره و میتونیم کارمون رو شروع کنیم و کار رو به نتیجه برسونیم خیلی ممنون که به این قسمت هم گوش دادید خدا نگهدارتون باشه